بر این پهنه دشت که نخل‌ها بر آن پاسداری می‌کنند، خاک به هنر حجم می‌شود و بر نازک انگشتی زنان این پهنه حجم پدیدار می‌شود. اینجا کلپورگان است، از توابع سراوان، روستایی که از دیرباز زنانش تاریخ را با انگشتان خود نقش می زدند بر حجم سفال و می نگاشتند بر خاک. از پس دیوار دیگر تاریخی بر سفال نوشته نمی شود و لبخند کودکان و پاهای مشتاقی که بر خاک ساییده می شود و نوای طبل تبال راوی آلام خاک است. شاید روایت نازک انگشتی زنان و دختران روستا این بار با نوای طبل روایت می شود. آب بر کاسه فرو می آید تا جوهری بر دوات خاک شود برای نگاشتن آرزوها. نجوای آب آرامشی است بر نوک انگشتان ساییده شده به خاک. کوزه باید از این آرامش پر شود تا بر خاک بنشاند روانیش را، تا خاک نرم شود و آماده برای روایت. از قرنها پیش روش لوله‌ای از متد اولیه جهت ساختن ظروف بوده است و هنوز در برخی از فرهنگ‌ها این روش به جای کوزه‌گری به کار برده می‌شود. یونانیان این روش را به طور بسیار گسترده‌ای به کار می‌بردند. پس از شکل بخشیدن به گل و تهیه اشیای مورد نظر، سفال‌ها را در معرض تابش آفتاب قرار می‌دهند تا خشک شوند. این عمل در تابستان به مدت 10 الی 15 روز، در زمستان به مدت 20 الی 25 روز به طول می انجامد. در صورت داشتن اندک رطوبت، سفال ها بر اثر حرارت می شکنند. سفالگران خاک مورد استفاده را از محلی به نام مشکوتک که در حدود 2 کیلومتری شمال شرقی کلپورگان واقع شده تهیه می کنند.
فرم سفالینه های کلپورگان به ظروف هزاره سوم پیش از میلاد میرسد که از حفاری های نقاط بسیار در سیستان و بلوچستان و کرمان به دست آمده است و این امر تعیین عمر بسیاری از سفالینه هایی را که به اتفاق در حفاری ها پیدا می شود را دشوار می کند. این سفالینه ها اغلب به شکل کاسه، کوزه، جام و قدح است که همه جنبه مصرفی دارند. خاطر اگر پرکشد، دل روایتی بر خاک نمی کند، انگشت یاری نمی کند و خاطره نمی ماند. در سکوت باید نقش بر سفال زد، رقص انگشتان بر قافیه خاک وزن می تراشد. چرخ باید بگردد تا با قلم انگشت بر کاغذ خاکی انگاره نماید، نقش زند و حجم از سینه بر خاک نقش بندد. پارس سگان لگام خیال را به واقعیت می کشاند، به زندگی. پس از اینکه سفال کاملا خشک شد، توسط سونیوک تمام سطح سفال صیقل داده می شود. پس به وسیله چربی دام تمام سطح آن را چرب می کنند. این کار به منظور پوشاندن منافذ انجام می شود. سپس جهت تزئین آماده می گردد. به منظور تزئین از سنگی به نام تیتوک
که قبلاً به صورت پودر در آمده است استفاده می شود. به این صورت که وانک را گذاشته و تک سنگ کوچکی از تیتوک را روی آن می کشند تا در اثر استحکاک مقدار پودر سنگ جلا داده شده و روی آن آب می ریزند که رنگ آن قهوه‌ای تیره متمایل به قرمز می شود و توسط تک چوبی باریک نقش مورد نظر را ایجاد می کنند. این رنگ پس از حرارت دیدن به رنگ سیاه سفال ثابت می گردد. با مقایسه نقوش کلپورگان و سفال‌های مکشوفه از دامنه‌های ایران شهر، شهر سوخته، تپه یحیی، علاوه بر اینکه سابقه دیرینه این هنر را که به پیش از اسلام می‌رسد در می‌یابیم، همچنین این امر گویای زمان پیدایش تغییر و تحولات در خط تصویری است. چرا که گذشته از آن که هنرمند از حیطه اطراف خود الهام گرفته، بیشک تصویر ذهنی نیز داشته است و آنچه که جلب توجه می کند استفاده این نقوش در دیگر هنرهای سنتی منطقه می باشد. دخترک بر خاک و تبال بر تبل می کوبد تا هر دو روایتگر شادی کودکانه یا شاید عشقی الهی در سینه هاشان باشند. تبل تبال نوای رسیدن دارد و دستان دخترک رسیدن را به حجم در می آورد.
هزاران حجم سفالی که هر کدام بر پیکرشان روایتی نقش بسته، ساکت و خاموش در اندیشند. شاید روایتی غمگین و شایدم آرزویی که به حقیقت نرسیده است و فقط نقشی از آن بر پیکر کوزه یا کاسه مانده است و دخترک آن را می خواند و بر پیکره سفال روایت می کند. روایت غمگین زنان و دخترانی که خاطرات و آمال پنهانیشان را بر سفال نقش می زنند. روایت تمام شده و باید به باد سپرد. شاید خرد خاکی بر دامان راوی مانده باشد که باید به باد سپرده شود تا به دیاری دیگر برد و زنان آن دیار از این خرد خاک گرمایش را به خاک خود بیامیزند و نقش عشق خود را بر پیکره سفالی روایت کنند. عشق سینه به سینه سفر می کند و فقط در کوزه شکسته می توان اثری جا مانده از آن یافت. باید سفر کرد. غروب بر این روایت ها و خاطره ها و عشق ها حجاب شب می کشد و بر دل دخترک و پسرک تبال سایه ای از حضورش می گستراند. دخترک دلش را به خورشید می سپارد و به افق خیره می شود. شاید که خاک رنگ آسمان بگیرد و پیامش را باد به تبال برساند. باید همسفر باد شد، به رنگ خاک، به رنگ آسمان. راستی صدا را می‌شنوی؟